شیر حمله کننده ای از کنار یک شیر پیش رو عبور کرده و حمله را آغاز می کنه. اندکی بعد نیروهای کمکی می رسند. دو شیر دیگر روی کمر بوفالو می پرند و با استفاده از وزن همدیگر سعی می کنند او را از پای درآورند. بوفالوی 770 کیلوگرمی حالا سه شیر را به وزن 400 کیلوگرم با خود حمل می کند. یک شیر ماده دندانهای نیش حجیم خود را فرو می برد و ماده شیر دیگر با دهان خود پوزه و دهان بوفالو را می پوشاند. تا 15 ثانیه دیگر بوفالو کمبود اکسیژن را حس می کند. بوفالو می ترسد. این موضوع باعث افزایش میزان تپش قلب و حرکات سریع بدن او می شود و به جای حفظ اکسیژن باقی مانده آن را نیز مصرف می کند. بوفالو اندک اندک بیهوش می شود. عضلاتش آرام می شود. و بالاخره همه چیز تمام می شود. بعد از این کار دشوار ممکن است به شکارچی اصلی غذا نرسد. تا اینکه نر حاکم به او اجازه می‌دهد. قبل از اینکه ماده شیرها بتوانند لب به غذا بزنند، شیر نر حدود 20 کیلوگرم از گوشت بوفالو را می‌خورد. در قلمروشان پرسه میزند و مراقب است که شیرهای دیگر وارد آن نشوند. اکنون با آمدن این غرش از فاصله دور قضیه برعکس شده است. خروش دیگری شنیده می شود. این بار از فاصله بسیار نزدیکتر. یک سلسله خرناس مقطع با ابتدا و انتهای واضح که تشخیص محل شیر قرنده را آسان می کند. حالا هم شیر مدعی و هم شیر مقیم حق انتخاب دارند. بجنگند یا فرار کنند. اما حالا دیگر موضوع آنقدرها ساده نیست. او ناگهان می‌بیند که نه با یک شیر بلکه با دو شیر مواجه است. هنگامی که مزاحم اول به شیر نر حمله می‌کند، مزاحم دوم گله را تهدید می‌کند. پنجه شیر مقیم زخمی می شود و در نهایت به علامت تسلیم روی پشتش می افتد. گله و قلمروش دیگر مال او نیستند. از میان دو مدعی آن که قوی تر است فرمانده جدید می شود و با روی کار آمدن او اوزا چهره خشونت آمیزی به خود می گیرد. او همه ی توله ها را می کشد. به نظر میاد بی‌رحمانه باشه، اما اصولا نیت اون اینه که حکومت قبلی رو تموم کنه و حکومت خودش رو آغاز کنه. میخواد مطمئن بشه که توله ها و ژن های خودشون هستن که به نسل بعدی منتقل خواهند شد.
اگر فرمانده جدید بتواند آنقدر با گله بماند که توله هایش به بلوغ برسند، نسل او ادامه پیدا خواهد کرد. اگرچه ممکن است ابتدا ماده ها در برابر تلاش های نر مقیم جدید مقاومت نشان دهند، اما وزن 225 کیلوگرمی او 30% بیشتر از وزن ماده هاست. اما کشتن توله ها هدف دیگری نیز دارد. این کار ماده ها را تحریک و برای جفتگیری آماده می کند. سالها ثبات این گله در عرض یک چشم به هم زدن از بین می رود. نر مقیم جدید آنها را به شکار چیزی می برد که توانایی ماده شیرها را می آزماید. امروز شکار آنها بوفالو نیست، بلکه چیز مغذی تر است. این شکار 5 متر ارتفاع و 1800 کیلوگرم وزن دارد، با پاهایی که از تمام طول بدن یک شیر بلندتر است. یک ضربه لگد او می تواند شیر را بکشد. من دیدم که زرافه از کنار لگد بزنه. صدای شکستنش از 90 متری شنیده میشه. سرشو له میکنه. اگر بخواهند جانوری به این بزرگی را از پای درآورند، نرها نیز باید در شکار شرکت کنند. هیچ قانونی وجود نداره که بگه نرها شکار نمیکنن. اونا شکار میکنن و من دیدم که دنبال زرافه رفتن که حیوان بزرگیه. واسه این شکار دوستای زیادی لازمه. اونا به وزن بیشتری برای زمین زدن این حیوان احتیاج دارن. زرافه فقط بزرگ و قوی نیست، او سریع و چابک نیز هست. بنابراین گله برای موفقیت به یک استراتژی واحد نیاز دارد. آنها باید تله‌ای آماده کنند. 3 ماده شیر این زرافه را به بیشه ی از درختان عقاقیا هدایت کردند، جایی که بقیه اعضای گله منتظرند. 3 طرف زرافه را درختان گرفتند و طرف چهارم را شیرها می‌بندند. زرافه که راهی برای فرار ندارد می‌ترسد. شیرها منتظر میمانند تا بهترین فرصت برای حمله مهیا شود. با وجود حمله تمام اعضای گله، زرافه قصد ندارد به سادگی از پا درآید و کشتن او حدوداً 1 ساعت طول می‌کشد. هنگامی که اعضای گله گوشت زرافه را می‌خورند، کمتر از 2 کیلومتر دورتر نر رانده شده تک و تنها در علفزار پرسه می‌زند و گرسنه‌تر می‌شود. پنجه او زخمی شده است و بدتر اینکه هر جا می‌رود ظاهراً قلمروی گله دیگری است. هدف اولین ماده شیر گرفتن این پالا نیست، بلکه هدایت مسیر اوست. وقتی ماده شیر دوم حمله می کند، هدفش هدایت این پالا به سوی ماده شیر سوم است. و این یکی زمان یورشش را به درستی تنظیم کرده است. او به شکار آویزان می شود و به همراه او خود را به پایین می کشد تا شکار بیفتد و جریان اکسیژن گورخر را قطع می کند. پس
پس از آنکه ماده شیر بر شکار چیره می شود، دو شیر نر گله می آیند که غذا بخورند. اندکی بعد هم سهم خود را می گیرند. یک هفته طول کشید تا شیر تازه کار نقش خود را به عنوان یکی از دو حمله کننده ی گله بپذیرد. اما او وقتی که دیگر امیدی نبود، گله را نجات داد. آنها انقدر از این گورخر 320 کیلوگرمی می خورند که دیگر نتوانند حرکت کنند. فرمانده سابق آنها نیز نمیتواند حرکت کند، اما به یک دلیل دیگر. او 3 هفته است که چیزی نخورده است و 27 کیلوگرم وزن کم کرده است. آب بدنش به شدت کم شده است و اندامش مملو از زخم و جراحت است. سفره رنگارنگ برای حشراتی که حالا تنها همراهان او هستند. این پایانی تلخ و تنها برای پادشاه تبعیدی است. اما نری که او از تخت به پایین کشیده بود نیز به همین سرنوشت دوچار شده بود. تا چند ماه دیگر توله های نر مقیم جدید به دنیا می آید. اگر شانس بیاورند، یک روز بزرگ می شوند و رهبری گله خود را به عهده می گیرند. و البته یک روز هم توسط نرهای جوانتر برای تصاحب گله به مبارزه دعوت می شوند. زندگی در علفزار به این شکل است. و این داستان چند میلیون ساله همچنان ادامه دارد.